تخمین ده بزرگی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی آمریکا از واشنگتن با ماست. خانم ده بزرگی، چقدر فکر میکنید که موضوع سقط جنین میتونه کمک شایانی بکنه به آقای بایدن، چه در مناظره چند روز آینده، چه در انتخابات نوامبر؟ بالاخره آتش قوانین سقط جنین گریبان هر دو حزب رو در این انتخابات گرفت. ببینید، برخلاف اون چیزی که خانم کاملا هریس در همین تصاویر که پخش کردن گفتن و عامه مردم آمریکا باور دارن، در آمریکا اکثر قوانینی که روی زندگی مردم عادی تأثیر داره توسط ایالت‌ها و نمایندگان مجلس ایالتیشون مدون میشه، چون که ما در آمریکا سیستم فدرالی داریم، یعنی دولت فدرال اونقدر قدرت نداره ولی ایالت ها معمولا قدرت دارن، و ولی محدودیتی که بر روی قدرت ایالت ها وجود داره قانون اساسی آمریکاه، یعنی ایالت ها نمیتونن قوانینی بر خلاف قانون اساسی طبق متمم 14 مدون کنن. ولی قانون اساسی آمریکا یک کتاب بسیار کوچکه و خیلی معلوم نیستش که این حد و مرز این حقوقی که قانون اساسی مدون می‌کنه برای مردم کجا هست. ولی در طی سالیان سال دیوان عالی آمریکا از طریق پرونده‌های مختلف این حد و مرزها رو مشخص کرده و سقط جنین هم یکی از اونها بود که در دهه 70 و 80 میلادی دیوان عالی گفت که ایالت‌ها حق محدود کردن سقط جنین رو ندارن، چون سقط جنین یکی از حقوق مربوط به امنیت و حریم شخصی افراده، چون یک فرایند پزشکیه. و در سال گذشته خود دیوان عالی گفت که ایالت‌ها میتونن قوانینی رو مشخص کنن و مدون کنن برای سقط جنین، به خاطر اینکه این یک خاصه دموکراتیک هست و ایالت‌ها باید بتونن تصمیم بگیرن. آقای ترامپ هم در سال 2016 و هم در سال 2020 بارها گفتن که ایشون معتقدن که این یه چیزیه که باید ایالت‌ها تصمیم بگیرن، ولی ما دیدیم که الان در سطح ایالتی بسیاری از ایالت‌ها، حتی ایالت‌هایی که جمهوری‌خواهان زیادی داره، دارن به سمت آزادتر کردن سقط جنین میرن، به جز اون ایالت‌های محدودی مثل تگزاس، میسیسیپی. اونها جایی هستن که خب به هر حال خیلی خیلی مذهبی هستن و تلاش کردن که قوانین سقط جنین رو محدودتر کنن، ولی چیزی که ما داریم در سطح کشور می‌بینیم در اصل سقط جنین داره بیشتر و بیشتر آزاد میشه. خیلی خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چرا دولت اگر اینقدر حامی این حق هست سعی نمی‌کنه که این رو در حد در سطح فدرال در کنگره تصویب بکنه؟ ببینین، الان مشکل اینه که دو طرف این ماجرا، چه کسانی که طرفدار حق سقط جنین هستن چه کسانی که مخالفش هستن، صداشون خیلی بلنده و اینها در هر دو حزب رو دست خودشون گرفتن. یعنی اگر تعدادی جمهوری خواه هستن که معتقدن که حق سقط جنین باید آزاد باشه، اونها نمیتونن به لایحه رأی بدن که اینو در سطح فدرال در اصل قانونی کنه، و از اون طرف ماجرا هم بسیاری از دموکرات‌ها اگر به حق سقط جنین اعتقاد نداشته باشن و مخالف باشن، اونها هم نمیتونن با جمهوری خواهان مذهبی تر همراه بشن، به خاطر اینکه خیلی از کمپین هاشون وابسته هستن به این دو وجه ماجرا. برای همین ما الان وارد یک درگیری شدیم که به هیچ طرف نخواهد رفت، که البته این به نظر من نکته خوبیه، چون که چیزی هستش که باید در سطح ایالتی بیشتر تصمیم گرفته باشه، ولی چیزی که ما ببینیم اینه که جمهوری خواهان دارن از این قضیه بسیار ضرر در انتخابات. ممنونم از شما. تحمیل ده بزرگی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی.